مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای نخل احمدی. برای ما بیشتر میگین از این جزئیات مافیای سید ماهیون که این گروه که به اقدام به سید محاصره‌ای مایا دارن میکنن در خلیج فارس چه کسانی هستن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. اجازه بدین برگردیم نزدیک به 6 یا 7 سال قبل که خبری در فضای مجازی منتشر شد در رابطه با اینکه کشتی های سید ترال چینی در خلیج فارس و دریای عمان حضور پیدا کردن. انتقادات بسیار زیادی نسبت به حضور اونها و بیکاری ماهیگیران یا صیادان محلی انجام شد. دولت اعلام کرد که اینها مجوز قانونی دارند و امکان در واقع این که کارونها رو جلوگیری بکنیم وجود نداره. اما ناگهان سپاه پاسداران آمد بر وسط و با فیگور بسیار به قول معروف میگم فاتحانه گفت که ما اجازه نمیدیم شهروندان ما ضرر بکنن و بعد از مدتی گفتن که سپاه پاسداران این قایق‌های چینی یا در واقع کشتی‌های ماهیگیری چینی رو از آب‌های خلیج فارس دور کرد. اما همزمان با این مسئله شاهد این بودیم که گروه‌های دیگری با قایق‌های در واقع بزرگ یا با تورهای بسیار بزرگی که اینها می آمدن و همین روش محاصره‌ای با تورهای بزرگ از روش محاصره‌ای شروع می کردن به جارو کردن در واقع خلیج فارس و آبها و تا حدی در این مسئله پیش رفت که اون زمان رئیس محیط زیست استان سیستان بلوچستان اعلام هشدار کرد گفت اینها نسبت به چینی ها در واقع خیلی بی‌رویه تر در حال صید هستند. گمان زنی هایی که اون زمان مطرح شد این بود که سپاه پاسداران از اونجایی که دید در واقع چین میتواند یک بهره برداری و درآمد کلانی داشته باشد اونها را از خلیج فارس خارج کرد و یک سری مافیاهای منتسب یا وابسته به خودش رو گمار در اون منطقه که در واقع از این سود بتواند خودش استفاده بکند. علارغم تمام در واقع اعتراضات که در چند وقت گذشته انجام شده همچنان ما می‌بینیم در این گزارش هم میگه که علاوه بر دریا یا دوا سواحل سیستان و بلوچستان الان در کیش، لاوان و هندورابی هم تقریبا بخش زیادی از ماهی‌هایی که قابل استفاده هست رو اینها جارو کردن. از این لحاظ این مسئله مبهم یا در واقع میشه استناد کرد که اینها وابسته به نهادی مثل سپاه پاسداران هستند که به راحتی محصولات خودشون میتونن منتقل بکنن به دبی یا امارات یا حتی برخی از انواع ماهی هایی که در ایران غیر خوراکی هست مثل یال اسبی یا سفره ماهی که در کشورهای آسیای شرقی بازار داره اینا به راحتی میتونن اینها رو قاچاق بکنن در اونجا در بازار اونجا اینها رو بفروشن و هیچ کس هم جلودار اینها نیست. میزان در واقع یک مقایسه اگر بکنیم میزان کاری که یا درآمدی که اینها دارن یک ماهیگیر یا صیاد محلی ممکنه در هفته 3 تا 4 میلیون تومان درآمد داشته باشه. اینها در هر باری که صید میکنن بین 3 تا 4 میلیارد تومان درآمد دارن که طبیعتاً با توجه تمام پیگیری هایی که کردن و قول هایی که دادن و تا الان نه تنها این مسئله کم نشده بلکه در پارسال مثلا در کیش 4 قایق یا لنج بزرگ بودن که این کار رو انجام میدادن، امسال 9 تا هستن که این در واقع سیل محاصره رو انجام میدن و نشان دهنده این هست که اینها با پشتگرمی بسیار بزرگ در حال ادامه کارشون هستن. سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما.